سرخط خبرها و مهمترین ها. اصابت مرمی هاوان بر قول اردوی 109 شاهین. جنگنده تهاجمی روسیه در مرز با افغانستان تمرین حمله به دشمن را انجام داد. تلاش انگلیس برای کم جلوه دادن نقش خود در جنگ و تراژدی افغانستان. درخواست سازمان ملل از طرفهای درگیر برای آتش‌بس فوری در افغانستان. و همچنان در پایان، کسی که تنها نامش برای طالبان کافی است وارد شمال شد تا شمال را به گورستان طالبان مبدل کند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال آجندال انفو خوش آمدید. برخی گزارش ها از ولایت بلخ از اصابت هاوان بر قول اردوی 209 شاهین و آتش گرفتن انبار مهمات این قول اردو خبر می دهد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آوای افغانستان، منابع امنیتی از قول اردوی 209 شاهین در بلخ می گویند که لحظات پیش چندین فیر هاوان از داخل یک باغ به سمت مقر قول اردو شلیک شده که تای آن 3 نفر زخمی گردیده و انبار مهمات قول اردو آتش گرفته است. این در حالی است که به تازگی فرماندهین قول اردو تغییر کرده است. این نشیه به نقل از منابع امنیتی که نخواستن نام از آنها گرفته شود می نویسد حوالی ساعت 9 امروز 3 شنبه 19 اسد چندین فیر هاوان از داخل یک باغ در ولسوالی دیدادی بلخ بر قول اردوی 209 شاهین شلیک شده که تای آن 3 سرباز زخمی و دیپوی مهمات آتش گرفته است. جنگنده تهاجمی روسیه در مرز با افغانستان تمرین حمله به دشمن را انجام داد. جنگنده های سوخو 25 روسیه در جریان رزمایش نظامی مشترک با تاجکستان در نزدیکی مرز با افغانستان حملات موشکی به مواضع دشمن شرط را انجام داد. با گزارش اسپوتنیک، جنگنده های تهاجمی سوخو 25 روسیه با شلیک آتش تمرینات پشتیبانی از واحدهای تفنگ موتوری و تانک و همچنین پوشش هوایی را برای فرود نیروهای هوایی در مرحله فعال تمرینات پرسنل نظامی روسیه، تاجکستان و ازبکستان در محل آموزش حرب میدان انجام دادند. گزارش شده است که این تمرینات در 20 کیلومتری مرز با افغانستان انجام شد. در ته این تمرینات نظامی، خلبانان از فرودگاه نظامی گیسار برخواستند و حملات هوایی گروهی را با استفاده از بیش از 350 موشک SH غیر هدایت شونده هوا به زمین به اهداف شبیه سازی شده از ستون وسایط زیرهی سباک و تجمع گروه های مسلح غیر قانونی با سرعت 650 تا 700 کیلومتر در ساعت و ارتفاع از 50 تا 2.5000 متر انجام دادند. این در حالی است که در 22 جولای اعلام شد که روسیه وسایط نقلیه زیری BMP-2M را به پایگاه خود در تاجیکستان منتقل کرده است. در تمرینات مشترک نظامی با تاجیکستان و ازبکستان که تا دوام ماه آگوست ادامه می‌یابد جمعاً 2500 سرباز و 500 واحد نظامی سهم گرفتند. ولایت خدلان در تاجیکستان هم مرز با افغانستان است و به تازگی درگیری شده نظامیان طالبان با نیروهای امنیتی افغان برای این کشور آسیای میانه بیشتر اهمیت یافته است. تلاش انگلیس برای کم جلوه دادن نقش خود در جنگ و تراژدی افغانستان. وزیر دفاع انگلیس میگوید که لندن با تمام توان برای تشکیل ائتلاف نظامی برای حمایت از نیروهای افغان پس از خروج آمریکا با ناامیدی تلاش کرد، اما متحدان ناتو از مشارکت در آن امتناع کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از دیلی میل، بن والاس وزیر دفاع انگلیس در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر نقش کشورش در تراژدی افغانستان گفت انگلیس تلاش کرد ائتلاف نظامی در حمایت از نیروهای افغان بعد از خروج آمریکا تشکیل دهد، اما کشورهای متحد ناتو از شرکت در این ائتلاف خودداری کردند.
درخواست سازمان ملل از طرفهای درگیر برای آتش بس فوری در افغانستان. معاون دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی از مرگ یا زخمی شدن بیش از 1000 غیر نظامی در افغانستان تنها تا یک ماه اخیر خواستار آتش بس فوری میان طرفهای جنگ در افغانستان شده است. با گزارش اسپوتنیک، مارتین گرفتس، معاون دبیرکل و هماهنگ کننده کمک های سروری سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه اعلام کرد کودکان، زنان و مردان افغان رنج میبرند و مجبورند هر روز در خشونت، ناامنی و ترس زندگی کنند. نگرانی های جدی در مورد زنده ماندن زنان و حقوق اساسی بشر وجود دارد. وای در ادامه افزود که جنگ 40 ساله در افغانستان به همراه شوک‌های اقلیمی و همگیری کرونا تقریبا نیم از مردم این کشور را محتاج کمک فوری کرده است. با نقل از فیسبوک رسمی نوید سلطانی، تازه مارشال دوستان با افراد تحت امرش وارد شهر مزار شد و جنرال مراد علی مراد را به صفت قمندان قول اردوی 209 شاهین با خود آورد. رویدادهای مهم جهان 75 درد سر تازه امریکا. روسیه با کمک هواپیمای تاکتیکی جدید 75 چکمک در هوا و در عرصه جویو پلیتک با ایالات متحده مبارزه خواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه دوال استریت جورنال، جنگنده روسی چکمیت می تواند دومین جنگنده تک موتوره جهان با پیشرفته ترین فناوری فرار از رادار باشد. نویسنده این مقاله به عنوان تنها رقیب F-35 را که توسط شرکت لاک هید مارتین توسعه یافته است قوی ترین هواپیمای در حال خدمت به ایالات متحده نام برد. این نشریه خاطر نشان می کند که جنگنده امریکایی در جهان تقاضا دارد و نه تنها درآمد حاصل از صادرات سلاح را تامین می کند، بلکه در دستیابی به اهداف دیپلماتیک واشنگتن نیز کمک می کند. نویسنده تاکید کرد که روسیه قصد دارد Su-75 را در کشورهایی که در زمینه دفاع با ایالات متحده همکاری می کنند، امارات متحده عربی، آرژانتین، هند و ویتنام تبلیغ کند. چکمیت که از نامش پیداست، کشت و مات. هدف آن به چالش کشیدن نفوذ استراتژیک ایالات متحده است، اما مسکو ادعا می کند که این یک پروژه تجاری است. بنابراین مدیر کل شرکت دولتی روستک تاکید کرد که در پروژه روسیه به دنبال پیامدهای ژئوپلیتیک نباشید. تشکر که تا این دم با ما بودید. روزتان خوش.